آقای پشمک زاده هستم، با برنامه چطور شیراز حرف بزنیم در خدمتتونیم. خب با توجه به کلن لهجه شیراز خیلی باحاله، گفتیم همگیرش کنیم. برای شروع شما یک، آخر هر اسم الف دید بکنش واو. دو، آخر هر اسم کسر بود بکنش زمه کسروره. و سه، اسمی که حرف یک مونده به آخرش فتحه باشه میشه زمه با یه ترکیب مناسبی از حرف بعدیش. میدونم نزدیکای گوگیجکین، ولی براتون توضیح میدم. توجه داشته باشید، فعلا فقط اسمار دست پلکو کنید، سراغ فعلمل نرید، دیگه واقعا گوگیجک میشید، پلوستون میریزه تو باشر سرسیلنتون شاتون میزنید. خب چند تا نمونه مثال میزنم که بگیرین چه کار باید بکنید. مثلا اوسا اوسو، شما شمو، چند تا چند تو، چند نه او برای چاوا کردنه، چند تو یعنی چند تو دونه. خب اینجا الف شد چی چی؟ باریکلو، واف، فردا فردو، چرا چرو، هر جا هر جو، الا ماشالله کلمه هست تو صبح، خیلی راحته. یه نکتر در نظر بگیرید، ای واف او نیستا اوه، یعنی جای شنیدین گفتن کاکو با پشت دست بیرید تو خرشون تو دهن طرف، دیگه بار آخرش باشه زرت پرت زیادی میکنه. کاکو اصلش با او هست، کاکو یعنی الف بشه واو با صدای او. خب اینا رو داشته باشید، فعلا ایشال جلسه بعدی بیشتر آشناهاتون کنم. برید با امید خدا. خب پشمک زاده هستم، با یکی دیگه از برنامه چطور شیراز حرف بزنیم در خدمت کنیم. جلسه قبلی یه سری نکات عنوان شد، ایشالله جلسه و ادامهش میدیم. پیشنهادم میکنم این ندیدین قسمت قبلی رو بیرید ببینید هم حاله. خب مورد اولمون ای بود که الف آخر بشه واو که صدای او میده، و مورد بعدیمون تبدیل کسره به زمه هست که این موردو برای اشاره کردن یا خطاب کردن بعض چیزا هست. این موردو به مورد جلسه قبلیوش رعایت کنین، به شرط ای که فعلا نبچید تو پرپای فعلا تو حدود لهجه شیرازی درک کردین، بیشترم نه فقط درک کردین. حالا در رابطه با چند مثال گویا براتون میزنم. مثلا این پرایده میشه ای پرایدو، این کلاسه ای کلاسو، و این تو مثال دیگه. پس قاطی نکنین، الف بود میشه واو او، کسر بود میشه واو او. بای خب بای حواستون باشه یه دفعه همه جو استفاده نکنید. مثلا فلکه گازو اصلا تو دایره لغات ما نیست، هزار سالم با یه شیرازی حرف بزنی بیه بارم نمیگه فلکه گازو، فلکه گاز. این موردو به خاطر هم قضیان که اشتباه میگیرنش، شما دیگه اشتباه نکنین حال که فهمیدین. خب این موردو رو هم داشته باشید، ایشالله جلسه بعدی دیگه براتون مورد سوم میگم، هرلی بشید بیرید. سلام، با قسمت سوم چطور شیراز حرف بزنیم اومدیم پیشتون. ایشالله دو قسمت قبیر دیده باشید، دوستشون هم داشته باشید. خب یه مرور بکنیم، مورد اول شد الف بش واو اودار، مورد دوم شد کسره آخر بش واو اودار. مثالشم براتون زدم دیگه، در خانه اگر کس است حافظا مرد گونام نمیرد، من حافظا حافظا. خب حال مورد سوم، این مورد مال وقتی که یه اسمی حرف یک مونده با آخرش فتحه باشه، حرف آخرش ضمه باشه، اینجا فتحه او میشه او و ضمه بعد فتحه میشه کسره. یعنی اینجا به صورت ترکیبی باید تغییرات اعمال کنین، فتحه اول او، ضمه دوم کسره. حالا اینجا الان که فرق یه شیرازی با او کاکای محترم که میخواد اداشه در بیاره یا دوست داره شیرازی باشه معلوم میشه. ای گیرپاچ که ادی از حرفای من کاکو شیراز بودن و بوبوس بیز کنار، اگرم گیرپاچ نکید که آلکار درست کاکو یه دونه ای. بازم میگم من فعلا نرفتم سراغ فعل و حرفاها، اینا همش راجب اسامیه. سراغ فعل بیرید کلپس میکنید، قشنگ میپاشید رو دل دیفال، دیگه بحثش متفاوته. حال مثال نگاه شما به صورت جنرال یا هم شسرفته خودمون بخوی راجب هم کلاس و حرف بزنی، میگی این کلاسر مثلا دوست دارم کلاسر رو. حال شیرازش پیش کلاسوره، فتحه شد او، زمه شد کسره، کلاسه رو کلاسوره. این ماشینه رو میخوام، این ماشینه رو میخوام،
این کتابه رو خوندم، این کتابه رو خوندم. خب ایشالله که استفاده کرد باشین. جلسات بعد سعی میکنیم ایشالله جزئیات بیشتری براتون باز کنیم. برید با امید خدا. خب بچه ها ببندین دیگه که کار داریم. چیو ببندین؟ کپتونه، کپتونه یعنی کپتان را، کپ یعنی گاله، یعنی دهن، یعنی باید دهنشون ببندن. کپ چیه؟ همون کلاهه؟ ما مگه کلا داریم اصلا؟ بچه ها کلا دارین؟ ما هم اصلا مراقب چکبوزت باشا، یه دفتی دی اومدم مشتمش به امال دیگه خر بیار وقل پاک کن. بیا نستم کلاس رو هم به او بوقید. خب حال تک تک براتون میگم، میدونم زیاد شد الان پلوستون در میره. خب به او بوقید البته اصلش یه چی دیگم که شال توی برنامه دیگه براتون توضیح میدم، فعلا کار بهش نداریم، ولی خب اینجا ان وقتمون تلف شد. شام کار نداریم بهش، دنبال معنیش هم نباشید، خیلی هم مناسب نیست، همجور آهنگش قشنگه برای استفاده کردن. مراقب چک پوزت باشو هم تکلیفش معلومه، یعنی امکان درگیری فیزیکی زیاده. حالا هی واکسین این اولولک نگام کنینا، اولولک یعنی مترسک، یعنی چر خوشکتون زده. بقیه ماجرا رو هم تو قسمت بعدی شال نشونتون میدیم، تایمش زیاد شد دیگه. خداحافظ. ببندین دیگه که کار داریم. چیو ببندین؟ کپتونه. ما مگه کلا داریم اصلا؟ راقب چکبوزت باشا، مال دیگه خر بیار وقل پاک کن. آقای کارگردان. بله بله. بینج کاکو، آمه ما علفتیم، 6 ساعت وادشتتون اینجا داره آنچه گذشت نشون میده. تو فیلم سینمایی بسازیم خواهی چیکار کنی؟ دیگه از الفاظی ها در نیاری ها، وادشتتمون هم یعنی معطلمون کرده، بخار نکنین سری. خب بچه ها مشکل چیز دارید بگید. استاد در رابطه با مورد اولی که گفتین الف آخر اسم بشه واو با صدای او، این همیشه صادقه؟ ها کاکام صادق که خوب، جواد باقرم هست تازه. من توی مراتب بعض وقتا ما عادت داریم یه سری حرفا رو از کلمات بکنیم. دلیلمون هم اینه که میگیم چیکاری همه حرفا رو به کار ببریم، چون باید حواست باشه الفی که میخوای بکنیش واو با صدای او قبلش هیچی هست نشده باشه. مثلا کلاس ها اولیش کلاس ها بوده، شما نمتونی بکنیش کلاس ها، اینجوری بکنی مفردو رو با جمع عوضدگزش کردی. عوضدگزم یعنی جابجا کردن، یعنی اسامی جمع رو تغییر ندیم، اسم مفردی که آخرش الف هست تغییر کنه. یعنی مغزوی قدیم هنوز که هنوزی یه چیایی میفهمن بزرگترها که کوچیکا میشنفن رپل میگیرن. رپل میگیرن هم در اصل یعنی مزاج، چون یه مقداری دوچار اختلال میشه. خب به خلو احتیاج پیدا آقا ها، ببخش به مسترا احتیاج پیدا میکنن، ببخشید. خب دیگه وقت نیشال باقیش برای قسمت بعدی. دافظ شما.